با اختلال در بزرگترین خط لوله انتقال سوخت کاپ سفید اجازه داد سوخت با تانکر هم بشه. شکست حزب کارگر بریتانیا در انتخابات شوراها، باز شدن سینماها و آزادی تجمع در اماکن سرپوشی در انگلستان از هفته آینده، قاچاق زعفران ایرانی به اسپانیا برای دور زدن تحریم‌ها، اینها بیشتر در نگاه روز. سلام. دولت جو بایدن با اعلام وضعیت اضطراری اجازه داده سوخت رسانی به شرق آمریکا زمینی با تانکر انجام بشه. دلیلش یک حمله سایبری به بزرگترین لوله نفتی این کشور. عنوان بالای کانزاس سیتی استار: حمله سایبری به خط لوله به یک باند تبهکار مرتبطه. به گفته روزنامه گروهی به نام دارک ساید پشت این حمله بوده، گروهی که بنوشته این گزارش مثل رابین هود عمل میکنن، از شرکت‌های بزرگ اخاذی میکنن و بخشی از اون رو به سازمان‌های خیریه میدن. این خط لوله روزانه 2.5 میلیون بشکه بنزین، گازوئیل و سوخت هواپیما رو به شرق آمریکا از جمله نیویورک منتقل میکنه. در ستون راست روزنامه از آنتونی فاوچی نقل کرده، مشاور ارشد پزشکی کاخ سفید، گفته بدون شک آمار رسمی مرگ ناشی از کووید پایین‌تر از آمار واقعیه. آمار رسمی تا اینجا 581,000 مورد مرگه. او همچنین از آهسته شدن روند واکسیناسیون ابراز نگرانی کرده و گفته امیدواره با تشویق سیاستمداران و هنرمندان و افراد با نفوذ میزان افرادی که واکسینه شدن از 60% فعلی به 80% برسه. در این حال آقای فاوچی میگه در آینده پس از کووید هم شاید بهتر باشه گاهی ماسک بزنیم. وقتی یه ویروسی داریم که میتونه از 1-2 متر جلوتر بره، واضحه که مهمترین کار در وهله اول تهویه حواس و دوم ماسک زدن. ما عملاً امسال یک فصل بدون آنفولانزا داشتیم چون مردم تعهدات سلامت عمومی برای مقابله با کووید رو رعایت میکردن. بنابراین قابل درکه که 1-2 سالی یا شاید هم بیشتر با همین شیوه به پیش بریم و مردم تصمیم بگیرن ماسک بزنن تا احتمال انتشار این بیماری‌های تنفسی رو کاهش بدن. اوتاوا سیتیزن کانادا گزارشی داره در بالای صفحه با عنوان تجاوز، شکنجه و اعدام. روزنامه میگه سربازان کانادایی مستقر در عراق به فرمانده‌هاشون گفته بودن سربازان عراقی که اونها دارن تعلیم میدن جنایت جنگی مرتکب شدن. داستان به 3 سال پیش برمیگرده، وقتی کانادایان به یک پایگاه آمریکایی در نزدیکی موصل فرستاده شده بودند برای آموزش نیروهای عراقی در مبارزه با داعش. اونها میگن بعضی از عراقی‌ها به اونها ویدیوهایی از به اصطلاح فتوحاتشون نشون میدادن که مصداق جنایات جنگی بودند، مثل تجاوز گروهی به زنی که به قتل میرسه، شکنجه و اعدام زندانیان. اوتاوا سیتیزن از قول بعضی سربازان کانادایی نوشته فرمانده‌ها به اونها گفته بودند ویدیوهایی رو که عراقی‌ها نشون میدن نگاه نکنید. در انتخابات شوراهای شهر حزب کارگر بریتانیا در دست کم 8 حوزه انتخاباتی در انگلستان شکست خورد و 300 کرسی شوراها رو از دست داد. این باعث شده تا موقعیت کیر استارمر رهبر حزب به خطر بیفته. دیلی تلگراف عکسی از او انداخته و تیتر کنارش هست به دلیل به خطر افتادن مقامش استارمر اعضای تیمش رو جابجا کرد. دلایلی که برای شکست حزب کارگر عنوان شده عمدتاً به عملکرد دولت محافظه‌کار بوریس جانسون در حمایت از مردم و کسب و کارها در دوران قرنطینه و موفقیت برنامه واکسیناسیون برمیگرده، به اضافه اینکه در بعضی از مناطق شمالی انگلستان مردم به خروج از اتحادیه اروپا رأی داده بودند و برگزیت هم نهایتاً به اسم بوریس جانسون تمام شد. اما اینجا در لندن حزب کارگر موفق بود و صادق خان بار دیگر شهردار پایتخت شد. Thank you from the bottom of my heart. میخوام از صمیم قلبم از شما تشکر کنم، از اینکه لندنی ها به من برای ادامه رهبری این بزرگترین شهر روی زمین اعتماد کردن. عمیقا احساس فروتنی میکنم. قول میدم در ساختن آینده بهتر و روشنتر برای لندن بعد از روزهای تاریک همگیری و برای ایجاد شهری سبزتر، منصفانه تر و امن که در اون همه لندنی ها بتونن قابلیت هاشون رو برآورده کنن از هیچ تلاشی فروگذار نکنم. در خبر دیگری هم که باید برای مردم اینجا خوشحال‌کننده باشه، تیتر دوم تلی تلگرافه که از 17 می مردم میتونن داخل رستوران‌ها و دیگر اماکن سرپوشیده کنار هم باشن. بوریس جانسون قرار امروز بگه به پیروی از نقشه راهش
برای برون رفت از محدودیت‌های کووید، از یک هفته دیگه مردم در انگلستان میتونن در محل‌های سرپوشیده اجتماع کنن و سینماها و تئاترها باز میشن. رسانه‌های اسرائیل اخبار و گزارشاشون به تحولات همین چند روز در بیت المقدس اختصاص داره. اعتراض‌ها به تلاش برای بیرون راندن چند خانواده فلسطینی از خانه‌هاشون در شرق این شهر به خشونت کشیده شد. ده‌ها نفر مجروح شدند. بالای عکسی از پرچم اسرائیل در شرق بیت المقدس، تیتر بزرگ هارتس میگه با افزایش خشونت‌ها اسرائیل سعی می‌کنه قول رو به درون چراغ جادو برگردونه. اصطلاح مشابه آب ریخته رو می‌خواد جمع کنه. هارتس نوشته تا حدود خود دولت برای این رخدادها قابل سرزنشه و حالا داره سعی می‌کنه اوضاع رو آرام کنه. برای مثال به راکت پراکنی‌های حماس و فرستادن بالون‌های آتش‌سا به زمین‌های اسرائیلی جواب نداده، چون نمی‌خواد وضعیت ملتهب‌تر بشه. اما خصوصی به حماس پیام فرستاده که این کارها رو متوقف کنه. همچنین دیوان عالی اسرائیل که امروز نشست داشت درباره سرنوشت مالکیت خانه‌هایی که قرار بود از فلسطینی‌ها گرفته بشه، به درخواست دادستان به تعویق انداخت. اما به رغم هشدار مقامات امنیتی، دولت امروز 54مین سالروز تسلط خودش بر شرق اورشلیم رو با عنوان روز یکپارچگی اورشلیم جشن می‌گیره. این تحولات انتقادات زیادی به دنبال داشته، حتی از کشورهای دوست مثل آمریکا، اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر قصد عقب نشینی نداره. ما فشارهای مربوط به عدم ساخت و ساز در اورشلیم رو با قاطعیت رد میکنیم. متاسفانه این فشارها اخیراً افزایش یافتن. من به بهترین دوستانمون میگم اورشلیم پایتخت اسرائیله و همونطور که هر کشوری در پایتختش ساخت و ساز میکنه و پایتختش رو میسازه، ما هم حق ساخت و ساز و ساختن اورشلیم رو داریم. این کاریه که تا حالا انجام دادیم و از این پس هم ادامه خواهیم داد. مرگ دلخراش ده‌ها دانش آموز در غرب کابل، تیتر بزرگ روزنامه‌های افغانستان از جمله اطلاعات روز که کمیسیون حقوق بشر افغانستان از سازمان ملل خواسته درباره حمله به مدرسه دخترانه سید شهدا تحقیق کنه. دیروز مادرش گفت نرو، امروز نرو، دخترم نرو. گفت نه مادر، امروز میرم صبح نمیرم. راست گفت دیگه. بیش از 60 نفر اکثرا دانش آموز جانشون رو از دست دادند وقتی یک خودروی بمب گذاری شده و بعد دو مین منفجر شدند. هنوز معلوم نیست که پشت این حمله بوده. طالبان گفته کار آنها نبوده. اطلاعات روز میگه شمار قربانیان غیر نظامی در ماه رمضان به بیش از 160 نفر رسیده. گران‌ترین ادویه جهان شناخته شده. سهم ایران از بازارش حدود 90%، اما به دلایل مختلف به ویژه تحریم‌ها، زعفران ایران هم راهش به بازار قاچاق باز شده، به ویژه برای صادرات به آمریکا. این هفته واشنگتن پست خبر داد اسپانیا در یورش به یک باند تبهکار زعفران 17 نفر رو دستگیر کرده. به نوشته روزنامه پلیس 2 سال روی این پرونده تحقیق می‌کرده. پرونده‌ای پر از معاملات و تراکنش‌های پیچیده مالی به مقامات اسپانیا گفته شده بود. چند شرکت در شهر سئوداد رئال در جنوب مادرید مقادیر زیادی زعفران از ایران وارد می‌کنند و به عنوان زعفران اسپانیایی از استان لامانچا اونها را بسته‌بندی می‌کنند و می‌فروشند. اما برای افزایش حجم محصول بخش‌های دیگر گل رو هم اضافه می‌کردند و رنگ می‌زدند تا قرمزی زعفران را پیدا کنه. در یورش پلیس بیش از 2 تن زعفران ایرانی به ارزش میلیون‌ها دلار ضبط شد. گاردین هم در گزارشی با همین عنوان میگه در همکاری اسپانیا با پلیس اتحادیه اروپا یوروپول 200 حساب بانکی در اروپا و امارات متحده عربی بررسی شد تا ابعاد ماجرا مشخص بشه. متوجه شدن از طرف یک گروه ایرانی 35 خانه هم در اسپانیا خریداری شده بود. پس از ایران با اختلاف زیاد مراکش، هند، افغانستان، یونان، اسپانیا و ایتالیا هم این ادویه با ارزش رو تولید میکنند. کالیفرنیا پرجمعیت‌ترین ایالت آمریکا است که به دلیل جذابیت‌های بسیارش مقصد مهاجران از داخل و خارج آمریکا بوده. اما به گفته واشنگتن پست آمار حاکی برای اولین بار جمعیت کالیفرنیا کمتر شده، بی سابقه در تاریخ 170 ساله این ایالت. ایالتی با بیش از 39 میلیون جمعیت که پارسال بیش از 180 هزار نفر از اون کم شد. تأثیر اولیه‌اش در تعداد کرسی‌هاش در کنگره احساس خواهد شد که در انتخابات بعدی به جای 53، 52 کرسی خواهد داشت.
واشنگتن پست دلایل مختلفی برای کاهش جمعیت عنوان کرده، مشخصا پایین آمدن نرخ تولد، بیش از 50,000 مرگ ناشی از کووید پارسال و کند شدن سیر مهاجرت در نتیجه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ. گفته شده هزینه بالای زندگی و سیاست مالیاتی هم بی تأثیر نبوده. متشکریم که نگاه روز رو با ما تماشا کردید. قرار ما فردا این هم تصاویر روز.